سلام به شما همراهان عزیز دوست داشتنی من حمید وچکانی مدرس روش های مطالعه تندخانی و تکنیک های یادگیری مجموعه بیشتر از یک نفر این هفته با معرفی یک کتاب متفاوت در خدمت شما عزیزان هستم میدونم که اون اصلا این عرف نبوده و رس نبوده و جزو معرفی کتاب های مجموعه بیشتر از یک نفرم نیست این کتاب کتاب سیر عشقه که من میخوام این هفته به شما معرفی کنم خیلی کم پیش میاد کتاب های از این سبک رو ما خدمتون معرفی کنیم اما من به یک دلیل این کتاب رو معرفی کردم خدمتون خود من اون زمان هایی که انرژی کتاب خوندنم کم میشه یعنی معمولا یه تعدادی کتاب میخونم میبینم از کتاب هایی که معمولا در طول یک ماه میخوندم کم شده و کتاب ها هم یه طیف تکراری پیدا کرده مثلا من روانشناسی بخونم کتاب های نورساینسی بخونم کتاب های, های در رابطه موفقیت و انگیزشی بخونم حالا این کتاب ها دیگه تیفاش واسه من تکراری میشه یه کتاب خارج از تیف عمومی خودم که مطالعه میکنم دوباره انگیزم واسه کتاب خوندن ها بیشتر میشه به همین جهت هم هست که من این کتاب رو دارم بهتون معرفی میکنم شما شاید اصلا تا حالا کتاب هایی که در رابطه با داستان های عاشقانه نخونده باشید ولی این کتاب از آلن دوباتن کتاب فوق العاده متفاوتیه من رو متحیر کرد بدون شک شما رو هم میتونه متحیر کنه این پرفروشترین کتاب یکی از پرفروش ترین کتاب هایی هستش که مدت هاست تو کشور ما داره چاپ میشه کتاب های این نویسنده کتاب اولی که از این نویسنده در کشور ما چاپ شد کتابی بود تحت عنوان جستار های در باب عشق از آلن دوباته این کتاب فوق العاده عالی اومده بود مسیر عشق رو شهر داده بود در قالب یک داستان این کتاب در سن 23 سالگی این نویسنده نوشته شده بود و این فرد یک فیلسوفه که میاد عشق و رابطه رو از نگاه فلسفه بهش نگاه میکنه نه فلسفهی که خیلی پیچیده باشه نه اصلا فلسفهی که برای هر فردی تو هر سنی بتونه قابل فهم باشه 23 سال بعد این نویسنده در سال 2016 اومد باز هم از عشق نوشت و کتاب سیر عشق رو نوشت این کتاب کتابیه که حالا این نویسنده تو سن 23 سالگی یه دیدگاهی داشت الان 46 سالشه چقدر پخته تر شده و چقدر ایدههاش و نظریاتش راجبه عشق تکمیل تر شده پر از نکاتی که شما رو متحیر میکنه به صورت نمادین یه فردی که از سنین نوجوانی شروع میشه وارد یک سری روابط میشه بعد عاشق میشه ازدواج میکنه زیر یه سخف میره مشکلات ابتدایی ازدواج رو باش برخورد میکنه دارای فرزند میشه خیانت میبینه و در انتها میمیره این آدم تمامی این داستان ها در قالب کتاب سیر عشق در قالب یک داستان نمادین به شما آموزش داده شده هر لحظه که این داستان داره پیش میره این فرد اومده تحلیل فلسفی خودش رو از اون موضوع استخراج کرده و به تو داده و تو میفهمی که میتونی چقدر از این کتاب توی روابطت کمک بگیری نگاه کن در ابتدا در پشت جلد این کتاب نوشته اینک سالهای بسیار خوب و خوشی رو ما در کنار هم داریم زندگی میکنیم تو مهمونی ها موقع صرف چای دوستان معمولا ازتون میپرسن که چطور با هم آشنا شدین در صورتی که این چطور با هم آشنا شدن اصلا مهم نیست چطور با هم ادامه دادن است که بسیار مهمه داره میگه که هر فردی برای داشتن یک رابطه خوب این که چطور آشنا میشه اصلا مهم نیست مهم اینه که چطور ادامه میده و تلاش میکنه واسه یک رابطه خوب ساختن بیایم بریم سراغ کتاب یه قسمتی از کتاب رو واسهتون بخونم و مطمئنم با شنیدن این قسمت ها شما به خوندن این کتاب علاقه من میشید مثلا در این قسمت میگه که فرزندان به ما میآموزند که عشق در خالصانه ترین شکل خود نوعی مدرسانیست تمامی مقایسه های این کتاب در رابطه با عشق برمیگرده به عشقی که افراد میان نسبت فرزندانشون ابرازش میکنن تا به حال دیدی که مثلا نوزاد داره گریه میکنه مادر پدرش بپرسن آقا چت شده چه مشکلی واسط پیش اومده نه انقدر جستجو میکنن تو وجود اون فرزند انقدر بهش عشق میورزن تا اون فرد اون مشکلش حل شه اون بچه دیگه اون گریه رو بذاره کنار و این عشقیه که این کتاب مد نظرشه عشقی بدون نیاز به برگشت ببین من عاشقت هستم در قبال این کاری که واسه این من انجام بیدی اما یک فرزندی نوزاد چه کاری میتونه برای من انجام بده بعد از اون میاد جلوتر و این کتاب میاد میگه که ویلیام نام فرزند این دوتا فردیه که با همدیگه حالا ازدواج کردن و میگه چقدر این خوشحاله چرا خوشحاله میگه که این فرد از نمایش باشکوه شکوه چیزهایی خوشش میآید که بزرگسالان و اطرافیان اون رو فراموش کردند که باید از اینها متحیر شوند مثل لانه مورچه ها بالون ها خودکار های رنگ و رنگ علاقه به مجموعه چیزهای ساده است که ناعادلانه برای بزرگسالان تکراری و ملال آور شده است اون نگران نیست که غیر عادی باشه چون هنوز خوشبختی چنین تصوری تو ذهنش نساخته که احساساتش رو مهار کنه در حال حاضر از تحقیر شدن اصلا نمیترسه خورشید در نقاشی تمامی این کودکان هنوز بزرگه و تمامی مدت روز رو داره میدرخشه و در نهایت میخوام برم سراغ بخش نهایی این کتاب که میگه که در دنیای ایدئال عهد و پیمان ازدواج باید دوباره بازنویسی شه به جای اینکه بیام یک سری کلام های تکراری رو ازش استفاده کنیم باید این رو بگیم ما میپذیریم که وحش زده نشیم اگر چند سال بعد کاری که الان انجام میدهیم رو انجام ندادیم بدترین تصمیم زندگیمون این تصمیم ازدواج به نظر رسید با این حال اگر چنین فکری به نظر ما رسید قول میدیم که که تو اطرافیانمان جستجو نکنیم زیرا میدانیم که گزینه های بهتری اطرافمان خواهند بود و همیشه باید بدونیم که ما موجودات دیوانه ای هستیم اگر با همدیگه یک رابطه یا داریم شروع میکنیم خیلی مثال های جالبی رو داره خیلی میتونه به تو تو روابط در قالب فلسفه کمک کنه و میدونم شاید تو این تم فکری تو نباشه شاید تا به حال از این سب کتاب ها نخونده باشی اما بدون خوندن چنین سب کتاب هایی به تو کمک میکنه که بتونی دیدگاه روشنتری رو داشته باشی اصلا به دیدگاه انتقادی بخونی این کتاب رو و فوقالعاده میتونه به تو کمک کنه و تو رو کتاب کنه اگر انرژیت واسه خوندن کتاب ها کم میشه یه کتابی بخون که تو طیف کتاب تو نیست اینطوریه که دوباره کتاب خون میشی اینو من بعد از مدت تدریس در زمینه کتاب خونی بهش رسیدم مرسی ازتون امیدوارم هر که هستین بیشتر و از یک نفر باشید